کوتاه مدت میتونیم انتظار داشته باشیم که قیمت تا محدود مقاومتی 67. درود به همه دوستان عزیز، خوش اومدید به یه تحلیل دیگه. امیدوارم که حالتون خوب باشه. خب همونطور که درخواست کرده بودید اومدیم با تحلیل ارز وانینچ در تایم روزانه. ارز وانینچ بعد از این روند صعودی خیلی خوبی که داشته باعث شکست ساختار شده و میبینیم که و به محدوده مقاومتی سطح 57 سنت خودش واکنش نشون داده و در حال اصلاح نزولیه و این محدوده مقاومتی دیگه برای ما اعتبار نداره و میبینیم که قیمت یک محدوده مقاومتی بسیار مهم در سطح 67 سنت داره و یک ناحیه نقدینگی هم قبل از این محدوده مقاومتی قیمت ایجاد کرده و میتونیم انتظار داشته باشیم که قیمت در اصلاح نزولی به محدودهای حمایتی که جلوتر براتون مشخص میکنم میتونیم انتظار داشته باشیم که قیمت به روند صعودی خودش ادامه بده و شاهد این باشیم که قیمت تا محدوده مقاومتی سطح 67 سنت روش داشته باشه و بیاد و این نقدینگی های این سطح رو جمع کنه. بعد از این روند صعودی خیلی خوبی که قیمت داشته یک محدوده حمایت استاتیک تو این سطح ایجاد کرد که میشه ناحیه حدوداً 35 سنت و ما یک محدوده حمایتی هم تو این سطح داریم. قیمت به هر حال از اینجا یک روند صعودی خوبی ایجاد کرده و این محدوده برای ما اعتبار خوبی داره که این ناحیه هم میشه محدوده حدوداً 30 سنت و ما سه محدوده حمایتی بسیار مهم داریم و میتونیم انتظار داشته باشیم که قیمت توی هر کدوم از این محدودها به ما تریگری برای ورود داد، میتونیم شاهد برگشت قیمت و همچنین ادامه روند صعودی از قیمت داشته باشیم و قیمت میتونه مجدداً بعد از اینکه اصلاح نزولی داد توی این محدوده های حمایتی باید به دنبال دیدن تریگر باشیم و بعد از اینکه قیمت ما تریگر داد میتونیم انتظار داشته باشیم که قیمت به روند صعودی خودش ادامه بده. به هر حال قیمت یک روند صعودی با مومنتومی آغاز کرده و میتونیم انتظار داشته باشیم که قیمت بعد از اینکه به محدودهای حمایتی رسید مجددا به روند صعودی خودش ادامه بده و در کوتاه مدت میتونیم انتظار داشته باشیم که قیمت تا محدود مقاومتی 67 سنت و در صورت شکست این سطح میتونیم انتظار داشته باشیم که قیمت در میان مدت و بلند مدت تا محدوده مقاومتی سطح حتی 89 سنت هم قیمت رشد داشته باشه و هدف قیمتی رو میتونیم در میان مدت این محدوده حدود 89 سنت در نظر بگیریم و ما باید منتظر این باشیم که قیمت یک اصلاح نزولی به ما بده و در محدوده حمایتی ما میتونیم انتظار داشته باشیم که قیمت مجددا به روند صعودی خودش ادامه بده و در حال حاضر قیمت اصلا مناسب برای ورود نیست و حتی میبینیم که یک شده خیلی بد زده و میتونیم شاهد ریزش قیمت باشیم و در محدوده حمایتی میتونیم انتظار برگشت قیمت رو داشته باشیم. خب این بود از تحلیل ارز وانینچ در تایم روزانه. لطفا با لایک و کامنت و سابسکرایب کردن از ما حمایت کنید و اگه ارزی هم مد نظرتون بود بنویسید که براتون تحلیل کنم. پرسود باشین دوستان و خداحافظ شما.